بچه چطوری؟ من مامارز هستم و خوش اومدید به چنل من. امروز با یه ویدیوی رپی در خدمتتونم. 5 تا فکت جالب رپی آوردم براتون که مطمئن بودم نمیدونستین. فقط قبل از هر چیز لایک و سابسکرایب یادتون نره. زیاد حرف نمیزنم، بریم که داشته باشیم. اولین موزیک ویدیوی رپی در صنعت رپ متعلق به هیچ کس است که نام این آهنگ تریپ ما نام دارد و این در صورتی می باشد که بسیاری از افراد فکر می کنند اولین موزیک ویدیو مربوط به گروهی زدبازی و دیگر رپرهای ایرانی بوده است. اما باید بدانیم اولین موزیک ویدیو در سبک رپ، رپ فارسی، متعلق به هیچ کس است. دولت انقدر بیشترین تغییر فلو ماهر، خواننده نسل دو رپ فارسی، یکی از رکوردداران این نسل می باشد و رکورد آن راجع به تغییر فلو نیز می باشد. وی در یک ترک توانست 18 بار تغییر فلو بدهد و این امر رکورد محسوب می شود. بیشترین فیت ها پیشرو بیشترین فیت ها را تا به امروز در رپ فارسی داشته است و این رکورد به عدد 47 نیز رسیده است. پدر رپ فارسی. بهتر است بدانید سروش هیچکس به دلیل زحمات بسیار زیادی که برای سبک رپ ایران کشیده است، لقب پدر رپ فارسی را از آن خود کرده و این در صورتی است که بسیار از کاربران فکر می‌کنند دلیل این لقب به خاطر اولین رپر ایران بوده است، اما این حقیقت ندارد و اولین رپر ایران علی پیشتاز بوده است که در سال 1381 فعالیت خود را اعلام کرده است. اولین آهنگ سیاسی. اگر شما فکر میکنید اولین آهنگ سیاسی مربوط به خواننده سیاسی خان به نام یاس میباشد، باید به شما بگویم اشتباه میکنید، چرا که اولین آهنگ سیاسی در بین رپرهای ایرانی مربوط به حسین میباشد و نام این آهنگ 18 تیر است. بسیار از افراد بر این باورند که اولین آهنگ های سیاسی مربوط به هیچکس و یاس است. کلو کلو شله. اولین آلبوم رپ. اگر شما فکر میکنید اولین آلبوم رپ فارسی متعلق به گروه زدبازی است، باید بدانید اولین آلبوم رپ فارسی متعلق به خواننده با تجربه و قدیمی به نام عرفان پایدار می باشد که این آلبوم را با نام خانه تا گور ثبت کرده است که آهنگ های مانند از خانه تا گور، یادته، باید باشم و ساختمش در این آلبوم حضور دارند. اینجا ویدیو همراه ما بودید. اگر از اینجور ویدیو خوشتون اومد تو کامنت ها بهم بگین تا پارت های بعدیشو براتون بسازم. سابسکرایب رو بکوبید تا ویدیوی بعد. بدرود.